تحلیل کوتاه بکنیم در مورد شخصیت‌های سریال در انتهای شب. مرد داستان: الگوی غالب رفتاری که تو شخصیت مرد می‌بینیم عدم پذیرش مسئولیت، دائم دنبال مقصر گشتن، پاک کردن صورت مسئله، دنبال راه‌حل‌های آنی و بی‌زحمت می‌گرده. در واقع مسکن به جای درمان. الگوی رفتاری غالب زن کنترلگر در قالب قربانیه. شخصیت نمایشی و مرزی داره. تصمیماتش هیجانی و چکشیه. مسئولیت همه اتفاقات رو میندازه گردن بقیه، دائم دنبال مقصر میگرده. مرد گم شده یه در گذشتش. با وجود ظاهر جذابش برای اطرافیان، درد بزرگش اینه که مادرش نمیشناستش. نظر میرسه که با این مشکل عدم تمرکز از جوونی درگیر بوده. زن داستان بی مادر بزرگ شده و زیر سلطه پدر کنترلگر با باورهای سنتی نقش مادر خواهد شو بازی کرده. غمگین ترین قسمت این ماجرا قربانی اصلی این بیخردی زن و مرده. بچه که سوار رولر کوستر زندگی های نکرده و چاله چوله های احساسات و عواطف خام و نپخته این مادر پدر شده، مثل یه آواره از این ور شهر به اون ور شهر یه هفته در میون بین پدر و مادر در سفره و دائم خودشو مقصر اختلافات و جدایی مادر و پدر میبینه. از یه طرف دختر و زن همسایه میشن نقطه امن خونه پدره و از یه طرف مهر مادری و توجه اقراق‌آمیز پدر بزرگ و خاله میشه دلخوشی اون خونه براش. وسط زن همسایه وارد بازی میشه. زنی که ضعیفه، ساده است، فقط دنبال یه حامی میگرده. به قول خودش قبلا نقش زالو رو تو تمام ارتباطاتش بازی کرده. الان دنبال حمایتگره. مرد داستانم که طبق معمول دنبال راه حلای آسون، سریع و پاک کردن صورت مسئله، برای اولین بار احساس میکنه آدم بزرگی و تصمیم گیرنده است در رابطه. گرچه که بازم نشون میده مسئولیت پذیری در قبال تصمیماتش رو بلد نیست. از اون طرف عاشق سرسخت زن که 10 سال از عشقش سوخته، داش رضا وارد ماجرا میشه. هم کلاسیش بوده، از نظر اجتماعی فوق‌العاده توی این مدت پیشرفت کرده، شده یه آدم سرشناس، پولدار، موفق. یه شخصیت خودشیفته داره با خشم و عصبانیت بالا که نمیتونه کنترلش کنه و یه جورایی داره از اتفاقات اطراف زن بدون در نظر گرفتن اون بچه طفلکی اون سو استفاده میکنه تا به زن نزدیکتر شه و به آرزوی 10 سالش برسه. تو قسمت دوم نتیجه گیری این داستان و تحلیل شخصیت ها رو خواهی دید. اگه اطلاعات بیشتر میخوای تو هایلایت استوری های تحلیل ببین.